سلام دوستان، امروز قصد دارم 9 نکته در ارتباط با سفت و زیبا نگه داشتن پوست رو به شما آموزش بدم. نکته اول، با دقت وزن کم کنید. اول از همه اینکه مهم است که خیلی تند وزن کم نکنید. اگر چنین شود پوستتان آویزان خواهد شد. پس توجه داشته باشید که تنها نیم تا 1 کیلو در هفته وزن کم کنید. بیشتر از این مقدار کاهش وزن باعث خواهد شد تا پوست شما قابلیت ارتجایش را از دست داده و شل شود. نکته دوم، آبرسانی کنید. نوشیدن مقدار زیادی آب سلول‌های پوست را هیدراته نگه می‌دارد و می‌تواند از تضعیف آن جلوگیری کند. خاصیت مرطوب کنندگی روزانه پوست شما سبب محکم شدن و قوی شدن آن می‌شود. همچنین ماسک صورت لایه بردار از راه‌های طبیعی سفت کردن پوست به شمار می‌رود. نکته سوم، زیاد آب بنوشید. بدنتان را هیدراته نگه دارید. آب در بدن معجزه می‌کند. در مورد ما آب است که مسئول حفظ قابلیت ارتجایی پوست شماست. آب به پوست شما رطوبت رسانده و بدنتان را از سموم خلاص می‌کند. پس حتما روزی 7-8 لیوان آب بنوشید. نکته چهارم، پوستتان را ماساژ دهید. با یک روغن طبیعی مانند روغن نارگیل یا روغن زیتون صورت و گردن خود را ماساژ دهید. روغن زیتون یک انتخاب خوب است که شامل آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین آ و ای می باشد که مزایای ضد پیری دارند. نکته پنجم، کرم مرطوب کننده بمالید. وقتی که می خواهید پوست شل بدنتان را سفت کنید، حس رطوبت فقط از طریق نوشیدن آب کافی نیست. بنابراین عادت کنید تا هر شب قبل از خواب و هر روز صبح پس از بیدار شدن به بدنتان لوسیون مرطوب کننده بمالید. این کار کلی به حفظ قابلیت ارتجای پوست شما کمک خواهد کرد. نکته ششم، رژیم غذایی مناسب داشته باشید. برای جوانسازی یا شکل دهی دوباره پوست، پیروی از یک رژیم غذایی مناسب لازم است. پس مصرف میوه‌جات تازه و سبزیجات تازه را در برنامه غذایی خود قرار دهید تا موادی مانند آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها و ریزمغزی ها برای داشتن پوستی سالم و جوان و شاداب برای بدن شما فراهم آید. به علاوه روزی 8 لیوان آب بنوشید تا مواد سمی و مواد شیمیایی و زائد از بدن شما خارج شود. موادی که روی شادابی و شکل دهی پوست تأثیر دارد. علاوه بر این آب به حفظ رطوبت پوست و کیسانی پوست یاری می رساند و شل شدن پوست را به تأخیر می اندازد. نکته 7، از لیف استفاده کنید. وقتی حمام می روید با استفاده از یک لیف زبر از پوستتان روی سایی کنید. اگر به طور مداوم از پوستتان لایه برداری کنید، پوست قدیمی را کنار زده و به رشد سلول های پوستی جدید فضا می دهید. نکته 8، از پوست در برابر خورشید محافظت کنید. قرارگیری در معرض آفتاب را محدود سازید تا از آسیب به لایه های سطحی پوست جلوگیری شود. آسیب در اثر اشعه های یووی خورشید به علاوه تابش شدید خورشید چربی طبیعی پوست و رطوبت آن را از بین می برد و باعث از بین رفتن کلاژن پوست می شود. هنگامی که در محیط بیرون هستید پوست خود را با ضد آفتاب بپوشانید و قبل از خواب آرایش خود را پاک کنید. و اما نکته آخر، همیشه ورزش کنید. وقتی وزنتان کم شد، کماکان باید به روتین ورزشتان ادامه دهید. حتما می توانید ورزشتان را تغییر دهید و پارامتر تفریحش را بیشتر کنید. مثلا شنا. به علاوه انتخاب شنا با مرطوب نگه داشتن پوستتان بیشتر به هدف شما کمک خواهد کرد. حتی می توانید به بدنسازی بروید. این ورزش هم به شما کمک خواهد کرد تا با رشد عضلات از شر پوست اضافه تان خلاص شوید. بدین ترتیب پوست شما سفت‌تر به نظر خواهد رسید. دراز و نشست و یوگا هم حتی بسیار مؤثر هستند. ممنون از اینکه با ما همراه بودید.
سابسکرایب فراموش نشه.